So, can you guess why the Ottawa sign is lit up in these colors today? Why is that? Because it represents Cardi House. Cardi House is a nonprofit organization here in Canada. We house 10 women that come alone to Canada who are refugees. So many refugees come to Canada through organizations, many of them through families. But these are especially vulnerable people because these are women that come alone. And we house them temporarily until they get their feet on the ground, teach them how to ride the bus system, teach them how to do online banking, teach them how to figure out how to live in Canada, and off they go to their new lives. سلام ارادت، من بعید میدونم کسی باشه که مهاجرت کرده باشه و روز اولی که رسیده تو اون خاک کشور مقصدش رو یادش نباشه. من 2 سال پیش دقیقا همین موقع بودش که وارد خاک کانادا شدم و همون روز اول خیلی چیزا به نظرم جالب اومد. به هر حال شما وقتی وارد کشور مثل کانادا میشید خیلی توقعات ازش دارید و ممکنه یه سری چیزا کمتر از اون سطح انتظارتون به نظرتون میاد و یه سری چیزا بالاتر سطح انتظارتون. من میخوام چند تا از موردی که روز اول به چشم اومد رو خدمتتون بگم. اگر تجربه مشابهی داشتید شما هم بگید. میسم هستم از اتاوای کانادا. اگه تا الان عضو این کانال نشدید خیلی محبت میکنید دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر احساس کردید ویدیو براتون ارزش افزوده داشت لطفا یادتون نره که دکمه لایک رو هم بزنید. اینستاگرام هم هست اگر دوست داشتید، یه سری موارد روزانه و روزمرگی هم اونجا به اشتراک میذارم با همین آدرس. اما من خب خیلی موارد حالا تو ویدیوهای بعدی باید توضیح بدم، مثل اینکه قبل از اینکه بیاید چیا بیارید چیا نیارید، چجوری اصلا کلا خودتون آماده کنید برای اومدن. خیلی نکات ریزی هست که خیلی میتونه تو هزینه و وقتتون صرفه‌جویی کنه. اما امروز چون دیگه تقریبا داره 2 سالگی میشه که من وارد کانادا شدم، گفتم در مورد روز اول بگم. اولین چیزی که به نظر من فرودگاه تورنتو پیرسون به قولی به اصطلاح میگن لند کردم، اولین ورودم اونجا بودش. اولین چیزی که خب به نظر میاد این که فرودگاه اصلا یه چیز خیلی عجیب غریب و لاکچری نیستش، چیزی که مثلا از یه کشوری مثل کانادا شاید آدم تو ذهنش انتظار داره. خب ما کشوری دور مرمون هست مثلا ترکیه، مثل امارات، مثل قطر که من فرودگاهشون رفتم واقعا فرودگاه خیلی خوب و به قول خودمون خفن و لاکچری دارم. ولی خب فرودگاه تورنتو فرودگاه ترتمیزیه، ولی فرودگاهی که فکر کنید خیلی خفنه به اون صورت نیستش. بعدش که خب این اولین چیز بود. بعدش مثلا میاد جلوتر میرسید، خب خیلی مردم داشتن اون موقعی که من وارد شدم. فرودگاه تورنتو شلوغه، خیلی مردم زیادی وارد تورنتو میشن. دومین چیزی که نظر منو جلب کرد این که چقدر تنوع آدم ها زیاده. یعنی شما هر چقدر فکر کنید تو زندگیتون تنوع آدم دیدید واقعا به نظرم کمه. کانادا یکی از کشورهایی که من حتی فکر می‌کنم از اروپا هم تنوع آدماش بیشتره. یعنی شما سیاه، هندی، چینی، هر چیزی که فکر کنید می‌بینید. توی فرودگاه واقعا تنوع زیاده. یه نکته این رو همینجا بگم، من خیلی از بچه‌هایی که می‌بینم میان، من خودم این مشکل رو داشتم و دارم. ماها نسبتاً یه مقداری شاید ملت، حالا نمیشه گفت، مردم یه مقدار کوچولو نژاد پرستی هستیم. یعنی مثلا من خیلی اینجا میبینم بچه‌ها میگن فلانی مرده که نمیدونم فلان فلان شده مثلا سیاه به من این حرف رو زد، در حالی که میدونی باید این تفکرات رو بذاریم کنار. حالا شاید برای یه سری خیلی راحت بشه، برای یه سری مثلا طول بکشه، به هر حال اینجا خیلی باهاش برخورد سنگینی میکنن. بعد مورد بعدی هیچی، اومدیم و خب شما بر اساس ویزایی که دارید اولین جایی که میرید خب همون پاسپورت چک هستش، پاسپورتتون چک میکنن و بررسی میکنن که مثلا مدارکتون اوکی باشه. اونجا خیلی جالب بود نکته ای که من چه با ایران چه با حالا کشورهای دیگه ای که رفته بودم فرق داشت، برخورد خیلی خوبه مثلا آفیسره بود. کلن این رو همه میگن که برخورد خیلی باهاتون خوبه و مدارکتون که بررسی میشه. جالب اینجاست که آفیسرها اکثرا این عادت رو دارن که بهتون میگن ویلکام تو کانادا، خیلی خوش اومدید، بهتون خوش آمدگویی میگن، در حالی که مثلا انتظاری که من دارم توی فرودگاه اینه که طرف مثلا خیلی بد برخورد کنه. بد که نه، یعنی مثلا یه آدم اخویی باشه، احساس کنه مثلا چه میدونم ارث پدریشو از من طلبکاره و یه همچی چیزی. بعد پاسپورت چک رو که خب رد میکنید، اون اولین آفیسری که مدارکتون رو چک میکنه بر اساس ویزاتون جای مختلف باید برید. حالا کجاهاست؟ حالا جالبه قبلش اینم بگم، من هر دفعه از ایران میخواستم خارج بشم یا وارد بشم، اکثرا وقتایی که میخواستم خارج بشم
یه سربازی یه کسی بود که تیکه‌ای به ما مینداخت. مثلا یار یادم داری میری ترکیه اشغال دیگه، بابا تو چی کار داری، من کجا دارم میرم، گیر کردیم. حالا کاری ندارم. بعد بر اساس ویزاتون، اگر ویزاتون توریستی باشه که مثلا همونجا خارج میشید و ممکن حالا قبلش رو همون آفیسری هست سوالا ازتون بپرسه که اینجا چیکار میکنی و چه جوری و کجا میخوای بری و اینجور سوالا، حالا تو کرونا یه ذره ممکنه فرق کنه ولی اصولا همینه. اگر ویزاتون انواع دیگه باشه مثل ویزای اقامت دائم یا دانشجویی یا ویزای کار، اون موقع باید برید مثلا مدارکتون یه مرحله دیگه پروسس بشه. بهتون میگم مثلا برو فرانجا وایسا، اگر دانشجو باشید اونجا میرید یه جا کاره استادی پرمیتتون یا همون اجازه تحصیلتون رو توی فرودگاه انجام میدن، بهتون اجازه تحصیل میدن که حالا دوره داره، ممکنه یه ساله بهتون بدن، ممکنه بلندتر بدن، بعضی بچه‌ها رو ممکنه 6 ماه بهتون بدن که حالا بعداً تو خاک کانادا که باشید اونو تمدیدش کنید. ولی استادی پرمیتتون یا اگر ورک پرمیت داشته بخواید بگیرید یا حتی بحث پی آر باشه، اون کاراتون توی فرودگاه انجام میشه، میرید یه جای دیگه که حالا یه مقدار طول میکشه. بعد از اونجا که خارج میشید، من رفتم مثلا کارای، من چون اقامت گرفته بودم ولی چون اقامتم دیر اومد کاراشو تو خاک کانادا انجام دادم، بخاطر همین با ویزای دانشجویی اومدم، ویزای دانشجویی میخواستم وارد بشم، رفتم کارای به قولی استادی پرمیت هم انجام شد. یه نکته دیگه هم که حالا توی فرودگاه برام اتفاق افتاد این که پول بالای 10000 دلار داشتم، باید اعلام کنید. اعلام میکنید میگن برو یه جا اونجا مثلا میشمرن ببینن بالای 10000 رو ثبتش میکنن رد میشین، مشکل خاصی نداره. اگر خیلی رقم بالا باشه حالا ممکنه ازتون یه ذره سوالم بپرسن که این پول از کجا اومده، ولی چون ورود اولتون اصولا هست گیر خاصی بهتون نمیدن. نکته بعدی که توجه میکنید این که چقدر همه چیز منظم انجام میشه و مردم چقدر همه چیز رو رعایت میکنن. قشنگ صفا منظمه، با اینکه خیلی شلوغه کسی عجله نداره، همه خیلی مرتب و منظم وایستادن و منتظرن. من خودم هیچ وقت درک نمیکردم مثلا مترو تهران چه وقتی در مترو با میشه همه میدونن مثلا چه اتفاقی میفته، ولی اینجا اصلا یه همچی چیزی رو حس نمیکنید. خب همه اینا تو فرودگاه، کار فرودگاهتون انجام میشه، میاد چمدوناتون برمیدارید، اگر لازم باشه اون فرودگاه امکانش رو داشته باشه میتونید سین نامبر یا همون یه سیتو مایه شماره ملی کاناداییتونه همونجا تو کانادا تو فرودگاه میگیرید. البته همه فرودگاه ها ندارن الانم که اصلا بخاطر کرونا خیلی ها به صورت اینترنتی اقدام میکنن. بعدش که از فرودگاه خارج میشید چیزی که خیلی توجهتون رو جلب میکنه هوای بسیار بسیار تمیزه، یعنی واقعا همین باعث میشه که کلن من خودم احساس میکنم بعضی موقع انرژیم بیشتره به خاطر همین هوا تمیز است. علاوه بر هوای تمیز این رو میبینید، کلن نمیدونم چرا ابرا اینجا خیلی خیلی به زمین نزدیکترن، نمیدونم چرا، شاید به خاطر حالا موقعیت جغرافیاییش یا نمیدونم چه، علی همه اینو حس می‌کنن که ابرها انگار خیلی نزدیکن. نگاه کنید حالا ابرها رو تو آسمون ببینید، کلا انگار به زمین نزدیکن. و خب من خودم تو ایران مثلا ظهر به بعد که میشد همیشه احساس می‌کردم دیگه هیچ انرژی ندارم، ولی اینجا به خاطر این بحث نمیدونم هوای خوبش، اتاوایی که حداقل شهری که من هستم میدونم جزء تمیزترین شهر، جزء 10 تا شهر تمیز دنیاست. همین یکی از نکته‌های دیگه‌ای بود که خیلی سریع توجهتون رو جلب می‌کنه. و دو تا چیز تو سطح شهر می‌بینید که یکیش شاید بخوره تو ذوقتون ولی یکیش چیزیه که قاعدتا آدم یک کشوری مثل کانادا توقع داره. حالا چیه؟ سگ گیر داده به این اسکوتر ما. It's so cute. اولین چیزی که خیلی به نظرتون خوب میاد، یعنی به نظر من خوب اومد، این که خب قاعدتاً یه جایی مثل یه کشور پیشرفته مثل کانادا آشغال جایی نمیدید، خیلی شهر تمیزه، تقریبا تمام سطوحی که میدید تمیز و آشغال نیست. اما از اون ور یه چیزی که میخورد تو ذوقتون این که کانادا خیلی ساختارها، ساختمونا، حتی آسفالتا یه مقداری دربه داغونه، یعنی اون چیزی که انتظار دارید مثلا توی کشوری مثل کانادا یه چیز خیلی ترتمیزه مثلا مدرن ببینید اصلا اینجوری نیست. خیلی از خونه‌ها قدیمیه، خیلی از آسفالتا ترک داره، خیلی از بناها قدیمی و تاریخیه، تازه یه سری شهرها مثل مونتریال که خیلی بدتر هم هست. ولی بعد از یه مدت، البته اینم بگم، بعد از یه مدت این خیلی براتون عادی میشه و میفهمید که کانادا چیزی فراتر از مثلا یه شهر خوشگل مثل ابوظبی. مثلا من ابوظبی رفته بودم انگار همه چی رو با خط کش کشیده بودن، همه چی روی آسفالت یه ترک نمیدی. ولی این کشورها، یه کشوری مثل کانادا، بحثشون این نیستش که مثلا بخوان یه همچین چیز مصنوعی بهتون بدن و مردم هم خیلی خودشون براشون مهم نیست این زیبایی مصنوعی.
اما نکته جالب اینجاست که مثلا فرودگاه که میاید بیرون، اینم بهتون بگم، اینجا چیزی به نام مثلا دست تکون بدی تاکسی وایسه نداره. یعنی من به این روز هنوز خودم نمیدونم مردم چی کار میکنن اگه یه دفعه مثلا وسط خیابون گیر کنه. یعنی شما باید برای تاکسی گرفتن، حالا تو فرودگاه سر تاکسی ها هستش که به خود فرودگاه بگید، ولی خارج از فرودگاه یا باید اوبر استفاده کنید یا لیفت، یعنی باید گوشی داشته باشید، بعد شماره اینجا هم داشته باشید که شمارهتون ثبت کنید، اپلیکیشن رو نصب کنید که بتونید از این نرم افزار استفاده کنید. من واقعا نمیدونم، چون بغل خیابونم، اگر من خیلی برام پیش اومده یه مسیر کوتاهی یه دفعه گوشیم خاموش شده و نمیدونستم مسیر اتوبوسش چجوری و اینا، واقعا گیر کردم. یعنی واقعا دستم تکون بدی، هیچ کی برای ماشین هیچ کی نگه نمیداره که سوارت کنه. نمیدونم این داستان، اگر شما میدید به من بگید. البته امیدوارم تا الان ویدیو رو لایک کرده باشید، اگر جایی با حرفم مخالفید حتما بگید جایی اشتباه میکنم، ولی من واقعا نمیدونم. اگر کنار خیابون گیر کنی اینجا دست تکون بدی، هیچ کی غریبه ها سوارت نمیکنن. مثل ایران نیست مرامی یکی سوارت کنه یا تاکسی یه دفعه دست تکون بدی بگی تاکسی، اصلا اینجوری نیستش. نکته بعدی چیه؟ اوکی. معلومه. اما نکته جالب دیگه ای که شاید خنده‌دار به نظرتون بیاد، اینکه توی خیابونای اینجا گربه به هیچ عنوان نمی‌بینید. یعنی گربه و سگ ولگرد اصلا وجود نداره و تمام گربه و سگا رو می‌برن تو خونه ازشون نگهداری میکنن. خیلی جالب. مثلا من خودم تو ایران خیلی خوب عادت داریم همش گربه ببینیم، اینجا اصلا وجود نداره، عوضش پر سنجابه. تا دلتون بخواد اینجا سنجاب، حالا چه به قولی اسکورل چه به قولی چیپانک، این کوچولوها هستن، اونا پرن و پرنده‌های مختلف هم، ولی گربه اصلا نمی‌بینید توی شهر. این هم خیلی جالب بود برای خود من. اما نکته نهایی که حالا میگم بیشتر توی روز اول اینا به نظر من اومد، نکته نهایی در مورد فرهنگ رانندگی بود. دو تا چیز وجود داشت. یک، اینکه مردم چقدر منظم رانندگی میکنن، یعنی فوق‌العاده است نظم رانندگی و قشنگ به چشتون میاد. در این حال وقتی میشینید تو ماشین یکم گیج کننده است، انقدر علائم رانندگی اینجا وجود داره که میگید چه خبره. اصلا من فکر نمیکردم واقعا انقدر علائم رانندگی کاربرد داره، چون تو ایران بعضی از علائم رانندگی من خودم نمیدونستم اصلا چیه. بعد اینجا هر چقدر علائم رانندگی دیدید مثلا دو سه برابرش کنید و همشون هم معنی داره، همه خطا معنی داره. مثلا شما الان نگاه کنین ماشینا خیلی منظم دارن میرن، بعد چراغا رو نگاه کنید چند مدل مختلف داره، بعد زمین هم نگاه کنید ببین چه آسفالت ترک داره، حالا نمیچرخه نگاه کن، آسفالت پر ترکه. میگم اینا چیزاییه که شاید بعد یه مدت خیلی براتون عادی بشه، ولی میگم تو روز اول یا هفته اول اینا خیلی به چشتون میاد. حالا شما اگر موضوع دیگه‌ای تو مهاجرت، حالا چه کانادا چه کشور دیگه ای، اگر به چشتون اومده خیلی خوشحال میشم بدونم، با بقیه هم به اشتراک بذارید. و اینکه اصلا تو همین کانادا چیز دیگه ای هم هست یا چیزی رو من اشتباه متوجه شدم یا نه. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. الان هم جمعه است دیگه، ما هم بریم به تفریحاتمون برسیم. See you in the next one. سلام برادرت. من بعید میدونم کسی باشه اگر مهاجرت کرده باشه